خسرو حیدری، مربی و پیشکسوت شناخته شده باشگاه تاج و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال، از مرگ نجات یافت. متاسفانه خسرو حیدری شب قبل از مسابقه تیم‌های تاج و نفت مسجد سلیمان، در حالی که در خودروی خود نشسته و خودرو نیز متوقف است، از سوی یک سارق زورگیر مورد حمله قرار می‌گیرد و سارق پس از آنکه درب خودرو را باز می‌کند و چند ضربه چاقو به بدن خسرو حیدری وارد می‌کند، موفق می‌شود موبایل را از دست او خارج کند و در حالی که حتی می‌خواهد وسایل بیشتری از درون خودرو بردارد، به علت تجمع مردم و شلوغ شدن منطقه فرار می‌کند. بعد از این لحظات سخت و به شدت خطرناک که به راحتی میتوانست منجر به مرگ خسرو حیدری به دلیل برخورد چاقو به یکی از شریان‌های حیاتی شود، این پیشکسوت فوتبال و ورزش کشورمان خود را به بیمارستان رسانده و کادر پزشکی با بخیه زدن نقاط شکافته شده جلوی خونریزی بیشتر را میگیرند. از طرفی با توجه به شرایط باشگاه تاج و محرومیت ساپینتو از نشستن روی نیمکت و دوچندان شدن مسئولیت خسرو حیدری به عنوان کادر فنی این تیم و برگزاری مسابقه با تیم نفت مسجد سلیمان در فردای همین اتفاق، وی تصمیم میگیرد که این موضوع را مخفی کند تا مجموعه تیم و بازیکنان با آرامش و تمرکز کامل برای مسابقه مهیا شوند.